أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله متعال طاعات و عبادات صیام و قیام دعا و نیایش و صدقات همه من و شما و همه امت اسلامی مورد قبول درگاه خود بگرداند آیه 53 سوره احزاب در مورد آداب است در مورد آداب آیه مبارکه یک مرتبه ترجمه میکنیم بعد پیرامون یکی از آدابی که ما داریم بحث انواع نان یا انواع غذایی که ما معمولا گاهی وقت برای فقرا و مساکین تهیه میکنیم پیرامون او انشاءالله به تفصیل صحبت میشه یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که شما ایمان آوردین یعنی به وحدانیتم به قدرتم به این که من قادرم به این که من خالق هستم
به همه صفاتمه، به همه اسماءمه، به همه پیامبران، به همه کتب آسمانی که من نازل کردم ایمان آوردیم. لا تدخل بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، داخل نشیم به خانه پیامبر علیه الصلاه و السلام مگر اینکه بر شما اجازه داده بشه. الا ان یؤذن لکم الى طعام، مگر اینکه بر شما اجازه داده بشه که شما برای دعوت به خانه پیامبر علیه الصلاه و السلام دعوت شدیم. وقتی دعوت هم شدیم غیر ناظرین اینا، به انتظار ظرف یا به انتظار نان نباشین، یعنی چشما شما به طرف کاسه و سفره نباشه، چشما شما به طرف آشپزخونه نباشه. ولیکن اذا دعیتم فدخلوا، ولیکن وقت دعوت شدیم داخل بشیم. فاذا طعمتم فانتشروا، وقت نان خوردیم پراکنده شیم بریم به خانه خود. ولا مستأنسین لحدیث، اونجا دیگه انس گیرنده نباشیم به صحبت کردن، یعنی مجلس خصوصی نسازیم که سبب آزار و اذیت پیامبر بشیم. این ذالکم، این کار یعنی وقت رفتن یا اونجا نشستن و نگاه کردن به ظرف، کان یؤذی النبی، این کار سبب اذیت و آزار پیامبر علیه الصلاه و السلام میشه. فیستحی منکم، پیامبرم حیا میکنه که دست شما رو بگیره از خونه بدر کنه. والله لا یستحی من الحق، الله از بیان حق حیا نمیکنه، حق رو بیان میکنه. این یک قضیه، این یک آداب، یکی از احکامی که اسلام بیان کرده. و اذا سألتموهن، این دیگه خانه پیامبر خانه دینیه که هر دم دل شما شد بریم، هر دم دل شما شد نریم، بدون یا الله و بدون اجازه داخل بشیم. و اذا سألتموهن متاعا، وقت سوال میکنیم از زنان پیامبر علیه الصلاه و السلام، متاعا کالای مادی و معنوی جنس سوال، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده سوال بکنیم. ذالکم اطهر لقلوبکم، این کار سبب پاکی قلبهای شما و قلوبهن و قلبهای زنها میشه. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، مناسب نیه برای شما که پیامبر اذیت بکنیم. ولا ان تنکحوا ازواجه، و مناسب نیست به شما که بعد از فوت پیامبر تصمیم ازدواج با همسران او رو بگیریم. من بعده ابدا، یعنی بعد از فوت پیامبر به طور دائم و همیشه زنان پیامبر و همه امت اسلامی حرام است. این ذالکم، این امی کار، امی تصمیم شما و امی آزار و اذیت پیامبر، کان عند الله عظیما، ای به نزد الله خیلی بزرگه، یعنی یک گناه نابخشیده نیست که انسان این چنین کار انجام بده. این تبدو شیئن او تخفو، اگر شما چیزی را آشکارا میکنین یا پنهان میکنین در همه قضایا، فان الله کان بكل شیء علیم، الله به همه چیز علیم و آگاه و دانا است. الله عز و جل در این آیه سه قضیه را مطرح کرد. یک قضیه رفتن به داخل خانه یکی از برادران مسلمان، این آیه در مورد خانه پیامبر نازل میشه، ولی ما وقتی که وارد خانه یک مسلمان دیگه میشیم همین آداب و بعد رعایت بکنیم. یک قضیه. قضیه دوم قضیه حجاب است که به تفصیل صحبت میکنیم. و قضیه سوم حرمت ازدواج با همسران پیامبر چیست که این هم به تفصیل صحبت میشه. دوستای عزیز، دین چهار بخش است. دین عقیده، دین عبادات است، دین احکام است، دین آداب است. چهار چیز.
دین از چهار چیز تشکیل شد. قسمت اعظم او عقیده هست، قسمت اعظم او عبادات هست، قسمت اعظم او احکام است و قسمتی هم آداب است. همه را اسلام بیان کرد، یعنی آداب ربع دین، 25% دین آداب، 25% احکام، 25% عقیده، 25% هم عبادات است. و عقیده شامل ایمان به الله متعال، ایمان به ملائکه، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به کتابها، ایمان به آنچه که خیر و شر بر ما میرسه از جانب الله متعال است، ایمان به زنده شدن بعد از مردن و جنت و دوزخ. بحثی بسیار طولانی است. عبادات مشتمل بر نماز، روزه، حج، زکات و حتی جهاد، این بخش عبادات است. آداب بحث از خیلی وسیع است، یعنی در اسلام این موارد همه آمده. آداب راه رفتن درست خونده، ولا تمشی فی الارض مرحا، خیلی متکبرانه و رو زمین راه نه. آداب راه رفتن الله برای ما بیان می‌کند. وقت دود من صوتی، آواز خور کم کن، تون صدا خو کم کن، این انکر الاسوات لصوت الحمیر، زشترین آواز آواز علاقه. انشاءالله به این ارتباط هم یک جلسه حتما خواهیم داشت. آداب نشستن، چگونه بشینیم در یک جمع، طور بشینیم که یعنی مورد کراهیت دیگران نباشه. آداب سفر، کدام روز سفر کنیم، چگونه سفر کنیم، چی وقت سفر بکنیم. آداب غذا خوردن، کل به یمینه، کل من مایلی، به دست راست خود و از پیش خود بخور. آداب داخل شدن و مسجد، با پای راست داخل شو و پای چپ بیرون شو. آداب بشارت دادن یک انسان به اولاد، این آداب آمده. آداب همسایگی، وقتی همسایه داریم چگونه با این برخورد بکنیم. آداب مهمانی، وقتی به مهمانی بریم چند شو بریم، هست و بود مرتکب جمع کنه، 15-20 شو باشیم با خونه از ایانه که حد دقیقه بیتو بریم که باز علاقه به دیدن ما دشته باشه. نشه دیگه خدا دیگه چهره تو دیگه به این منطقه مونه. این آداب مهمانی است. و آداب تلاوت قرآن کریم، چگونه قرآن کریم تلاوت بکنه، با کدام ساعات و چقدر. آداب صحبت کردن، وقتی صحبت میکنه با مردا چگونه، با زنها چگونه، با پدر و مادر، با همسر، با اولاد، با همسایه، با شریک، با عامه مردم چگونه صحبت بکنیم. آداب شوخی، بله در اسلام ما مزاح هم داریم، شوخی هم داریم، این هم آماده. آداب حتی رفتن به حمام و دستشویی چگونه بریم. آداب حتی هم بستری، کسانی که ازدواج کردن اسلام بر از اونو آداب رو تعیین کرده، یعنی دین کامله، الیوم اکملت لکم دینکم. آداب مصافحه و معانقه، برادر از سفر آمده با او چی رقم ما مصافحه کنیم. و آداب ولیمه، عروسی میگیریم چگونه آداب اسلام بر ما در نظر گرفته. آداب معلم، آداب متعلم، معلم چی ادب در مقابل شاگردان رعایت بکنه، عفت کلام داشته باشه. شاگرد و متعلم چی ادب رعایت بکنه. آداب زیارت قبور از خود آداب داره، آداب عیادت مریض. حالا وقت وارد آداب بشیم، یک ما مگر به ارتباط آداب بحث بکنیم، یک ما برنامه داشته باشیم به هر کدام، هر عنوان از این عناوینی که گفتم ایجاب میکنه که یک جلسه مفصل روی او صحبت بشه. نشستن ما با اهل و عیال ما ادب خاصی داره و علاقه ما با همسایه ما
ادب خاص داره و به میشک تمام آداب جوهر دین است. جوهر دین آداب است. شما یک سبه ببینید وقتی که رنگ سرخ باشه چقدر جالبه برای ما، چقدر جالبه. مثلا میوه انار رو ببینید و هر قدر سرخ باشه برای ما جذابتره. آداب جوهر دین است. انسان اگر آداب ندش در حقیقت قسمت اعظم از دین از دست داده. انسان قسمت اعظم از دین انسان چکار کرده؟ از دست داده. ادب یا آداب در حقیقت مقام و مرتبه و شأن یک انسان مؤمن به نزد الله متعال بالا می بود. پیامبر اکرم علیه السلام که در حدیث داریم وقت صحابه این ادب از پیامبر می بینن، این ادب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم از کجا آموختیم؟ فرمودن ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. الله مر ادب داده و این ادب هم ادب نیک داده، ادب نیک داده. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. در یکی از روزها در یک جمعی متوجه میشن که یکی از امی اصحاب و یارانشان بگونه وضوع از این شکست. حالا به خاطر که این کم نیایه، آبرو و حیثیت از این زیر سوال قرار نگیره و دیگران متوجه نشن، نان آوردن، نان خوردن، نان گوشت شتر. بعد از که نان خوردن فرمودن کل من اکله لحم جزور فل یتوضأ. هر کس گوشت شتر خورده مگر وضو بگیره، هر کس گوشت شتر خورده مگر وضو بگیره. فقالوا کلنا اکلنا لحم جزور، همه ما گوشت شتر خوردیم. فرمودن ایدن کلکم توضأوا، همه شما برای وضو بگیرید. یعنی این چی ادب است؟ چگونه آبروی این صحابه را حفظ میکنن تا کس خبر نشه که در این جمع کی وجودش کی وجود نداشت. شاید هم برای این دیگران یا برای این صحابه عیب بوده که ما در جمع پیامبر نشسته باشم ولی وجود نداشته باشم. و یا این که یک صحابه وقتی که به نماز میایه، به نماز که میایه بسیار همینطور تون تون میایه، به سر صف استاد میشه، دویده دویده نماز که خلاص میشه بعد میگن که کی بود همین کار کرد؟ گفتم عیسی. گفت ما بودم. گفتم زادک الله حرسن ولا تعود، خداوند حرس تو رو به عبادات بیشتر بکنه دیگه این کار نکنی. چی ادبی. الله حرس تو رو به عبادات زیاد بکنه که تو همیشه عبادت بکنی ولی دیگه این کار نکنی. تو همه مردم رو به تشویش انداختی. این یک ادب است. و یا وقتی کسی برشان یک ظرف انگوری آورده بود، اینا رو وقتی که همیشه هر میوه که کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم می آوردن از این میوه به اصحاب و یاران می دادن. خب این مرتبه دیگه هم یک دونه که برداشتن خوردن، خب پیشانی خب باز کردن، این طرف که انگور آورده بود خیلی خوشحال شد، شروع که به خندیدن، دونه دوم که میخونن بیشتر تبسم کردن، سوم و چهارم پنجم هم رو بخوردن دیگه. این صاحب انگور رو قش کرد دیگه، به امان قدر خوشحال شد که حالا دیگه به پرن جا نمیشه، ظرف خود گریف رفت. بعد گفتن که فهمیدیم که چرا معزی انگورا به شما ندادم. این انگورا به اندازه ترش بود که خورده نمیشد. و اگر من این انگورا به شما میدادم شما میگفتین ترشه این نفر بعدش میامد. این چه ادبه، این چه اخلاقی است که پیامبر اکرم علیه السلام نمیخوان جانب مقابل اذیت بکنن.
به یه اساس انسان از انجام عدم به الله متعال نزدیک میشه، یعنی مقام انسان با رعایت ادب میبینیم به نزد الله متعال بیشتر و بیشتر بالا می. حتی ترک ادب سبب ترک دوستان میشه. انسان وقتی یک ادب رعایت نکرد دوستان خدا دست میده. در این حدیث آیه قرآن کریم است: ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر تو ترش رو و سخت دل باشی همه از اطراف تو فرار میکنند. خب ببینید، یعنی ترش روی ترک یک صفت یا ترک یک ادب این سبب میشه که ما دوستا خود چیکار کنیم، کلن از دست بریم. یعنی اگر ما در مقابل فرزند خود، در مقابل همسر خود، در مقابل پدر و مادر ترش رو باشیم، هیچ کدام ما رو دوست ندارند، هر کدام از ما نفرتشان میاد. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حوله. این آیه در شأن پیامبر اکرم علیه السلام نازل شده، ولی به همه ما صدق میکنه. اگر هر کدام ما این سفر داشته باشیم، دوستان و یاران خود چکار میکنیم؟ به کلی از دست میدیم. بنابراین پس آداب ربع دین شد. از چهار حصه دین یک حصه بس آداب است. گاهی وقت ما میبینیم یک تعداد انسان ها این ادب رو وقتی که ندارن، همیشه خود رو بزرگ، دیگران رو بسیار پایین حساب میکنن. یک از صفات اهل دنیا، ما دو رقم انسان داره، یک اهل دنیا داریم، یک اهل آخرت داریم. کسانی که دل بستن به دنیا، هم و غمشان دنیاه، یعنی خیلی افتخار و فخر فروشی به امو خانه و موتر و پول و پول داری میکنن، وظیفه اینا دائما همینه که دیگران توهین و تحقیر بکنن. خب کجا میشینیم؟ به فلان جا. خب چی رقم خونه؟ یک طبقه. بابا به یک طبقه هم زندگی میشه؟ ها چیکار کنیم دیگه؟ خب خونه ببخشیم این کانگریت یا پخته یا خامه؟ خامه. ای بابا خونه خامه میشینیم شما؟ یعنی تمام فکر و اندیشی از زمینه که مدار برتری به نزد الله شاید همین دنیایی که ما دارم. ولی انسانهای اهل آخرت دائما ثروت خود در فقر دیگران نمیبینن، عزت خود در بی‌عزتی دیگران نمیبینن و سلامتی خود در بیماری دیگران نمیبینن. ولی انسانهای بخیل، انسانهایی که اهل دنیا هستن، ثروت خود در فقر دیگران میبینن. هرقدر دیگران فقیر باشن ما ثروتمند میشیم. سلامتی خود در بیماری دیگران میبینن، باید دیگران بیمار باشن تا ما سالم بمانیم. عزت خود در بی‌عزتی دیگران میدانن. ولی مسلمان واقعی این چنین چیزی نیست. یا الله من میخوام سرمایه دار باشم، همسایه هم سرمایه دار باشه. من میخوام سالم باشم، دیگران هم سالم. من عزیز باشم، دیگران هم عزیز باشن. به اساس پیامبر علیه السلام حتی افراد بیگانه را احترام میکردن. یعنی کسی که از قوم و قبیله و از منطقه و از ولایتشان نبود هم احترام میکردن. سلمان از کجا رفت؟ بله؟ از فارس. به سلمان گفتم که سلمان و منا آل البیت، سلمان از جمله ما و از جمله خانواده ما است، در حالی که سلمان از منطقه فارس رفته، عرب نیه، هیچ آشنایی به عربی نداره، هیچ قرابت و خویشاوندی نداره، از لحاظ نسب و طایفه و قوم و نژاد و زبان کلن متفاوت است. ولی این درس به ما میدن که شما هم کوشش بکنیم که به دیگران احترام داشته باشیم. این ادب است که شما میتونیم در بین یک جامعه محبوبیت بیشتری داشته باشیم. یکی از مسائل
عمده و مهم امروزی که ما با او بیشتر مواجه و روبرو هستیم رفتن به مجالس است. رفتن به مجالس خصوصا مجلس عروسی که در اسلام نام ولیمه میگن، امروز قسمت از درس ما یعنی بحث است. اگر تمام شد خوب و اگر نشد انشاءالله ایره میگذاریم به جلسه بعدی. در اسلام حدوداً 11 نوع نان داریم ما، یعنی 11 قسم نان تهیه میشه، یعنی قبل از اسلام هم بوده. اسلام که آمد البته بعضی منع کرده و بعضی ها وجود داره. مثلا یک نان به نام نان عروسی داره به نام ولیمه میگن ولیمه، نان دیگر داره به نام خرس به مناسبت تولد طفل است، یعنی یک عقیقه که ما به خاطر این طفل این گوسفند را ذبح میکنیم. یک خرس یعنی می که مادر بعد از سپری شدن 40 روز از این بیماری پاک میشه، برازو یک صدقه یا یک محفل نان تهیه میکنن، اقارب را دعوت میکنن. یکی به نام وکیره، وکیره همی که یک ساختمان ساختیم به شکرانه این نعمت یک نان تهیه میکنیم برای مردم. یکی ودیمه، ودیمه دو حالت داره، یک حالتش سنته یک حالتش بدعت. ودیمه نانی که به خانه متوفا جور میشه، نانی که فامیل متوفا جور میکنن بدعت، نانی که مال فامیل متوفا جور میکنن سنت. خیلی تفاوت داره. یک اینه که اونا به ما نون جور کنن ما بریم نون بخوریم، یک اینه که ما نون جور کنیم اونا رو دعوت بکنیم به اونا نان ببریم، این سنت. نوع اول بدعت. یک نقیعه، نانی که از سفر میاد یک نفر، حالا سفر حج باشه، سفر عمره باشه، سفر از به مناسبت بیماری رفته از سفر برمیگرده، سفر تجارت باشه، هر سفری که باشه این نقیعه میگن. یکی به نام اعذار، نانی که به مناسبت ختنه اطفال معمولا معمول در جامعه ما تهیه میشه. یک معدوبه میگن، معدوبه میتونی یک میمانی هیچ سبب نداره، نفر دوستا خور میمون میکنه، این معدوبه میگن. و یکی به نام حذاقه هست، حذاقه نانی که طفل ما فرزند ما یک مرحله تعلیم و تحصیل از این تمام شده وارد مرحله دیگه میشه، قرآن کریم یاد گرفته. در سابق بود مثلا ای که سوره الحمد شریف تمام میکرد، باز پدر مادر یک پشقاب شیرین میدادن دست برو مسجد، بازی که الان نشر شروع میکرد باز پشقاب دیگه، ای جز عمر شروع کرده، ای دیگه سوره عمه یا تسالونه که شروع میکرد باز برای این شیرینی میدادن، ای که اول قرآن کریم شروع میکرد باز بیشتر شیرین میدادن. این یک ریشه داره، یک ریشه داره. یک نان ظاهره، نانه که یک اینه که ما دیگران را دعوت میکنیم، یک اینه که یک نفر به خونه ما آمده، به خونه ما آمده ما بر از این نان تهیه میکنیم، این نان به نام نان ظاهر میگن. و یا هم یک نفر باشه یا بیشتر از یک نفر که به نام قرب ضیف یا پذیرایی از مهمان، ایره ای هم در اسلام یک اساس دار. هر کدام از اینا بسیار کوتاه مختصر خدمت شما تشریح میکنم. نان به نام نان ولیمه داریم، این ولیمه به تفصیل سر از این صحبت میکنیم، آداب ولیمه، ولیمه فرضه، ولیمه واجبه، ولیمه سنته، دعوت ولیمه فرضه یا واجب است، و همچنین به کدام نان عروسی بریم، به کدام نان عروسی نریم، آیا مردا برن تنها یا زنها میتونن برن، بدون خبر کسی رفت چی حکم داره، اینا مسائلی که به تفصیل انشاءالله صحبت میکنیم. یکی گفتیم عقیقه هست، عقیقه نانی که به مناسبت تولد طفل به وجود یعنی تهیه میشه. حدیث داریم که کل غلامین
رهینتون به عقیقته، هر طفل در گیره و عقیقه خود قرار داره. خب چی معنا؟ شما یک خانه رو دادیم به گیره تا مادامی که خب به گیره که دادیم یعنی در فرض کنیم 5 لک از نفر گرفتیم، نیاز داشتیم این خانه رو دادیم برش، تا مادامی که 5 لک ندیم خانه رو بر شما نمیده. غلام یعنی طف، پسر یا دختر در گیره و عقیقه خود هست. بس عقیقه یک بس بسیار مفصل و طولانی است که چی زمان عقیقه داده بشه. و همچنین پیامبر اکرم علیه السلام از حضرت حسن و حضرت حسین برای هر کدام یک گوسفند عقیقه دادن. عقیقه در حقیقت بیمه کردن است، بیمه صحت در مقابل حوادث، در مقابل مصیبت ها. وقتی ما طفل خود در عقیقه میدیم به این معنا که این طفل به برکت همین عقیقه الله متعال مصیبت ها را ازش کار میکنه، دور میسازه. و یک نان گفتم نان وکیره هست. نان وکیره همینه که انسان ای از کلمه وکر گرفته شده، وکر مو خانه یا ساختمان رو میگن. ای به مناسبت شکرانه این نعمتی که الله برش داده، قبلا خونه نداشته حالا خونه جور کرده، یک نان تهیه میکنه، اقارب خویشاوندان فقرا مساکین دعوت میکنه. ای هم مستحب است، مستحبه یعنی کار نیک است. چرا؟ یک سرپناه برای از انسان پیدا میشه. یکی ودیمه، ودیمه و داد یا میم هی ودیمه، ودیمه نانه که به مناسبت فوت متوفا تهیه میشه، این ودیمه نام داره. ای گفتیم یا سنت است یا بدعت است. اگر ما نان تهیه کردیم بردیم به فامیل متوفا و اون خاله و خارزاده و عمو و برادرزاده که آمدن به خاطر قم شریکی بر از اونا نان دادیم، این سنت است. اسنو لعال جعفر طعامن، شما به فامیل حضرت جعفر نان جور کنیم. یک اینه که ما بریم به خونه متوفا بشینیم، یعنی جوال آرد متوفا را هم خمیر کنیم و بزغاله را هم بکشیم و گوه را هم بکشیم، یعنی این نام دیگه هم بدعت هم مکروه تحریم است، نباید به این چنین نان ما شرکت بکنیم. یک داستان جالب خدمت شما کنم به این مناسبت. یکی از علما چشم دید خود را قصه میکن از یک ولسوالی، از ولسوالی هرات، گفت که خبر را بودم برای مکه یک از مختدیان شما فوت شد. رفتم به خانه از اینا دیگه، الله مغفرت کنی بابا فوت شد. و بعد از یک ساعت دو ساعتی همی بچه ازی آمد، بچه ازی به شهر بود. ای که آمد دیگه دیدم خیلی گریه میکنه. آنچنان گریه میکنه این گوشه کردم که جان برا گریه به کار نداره دیگه، مرگ و سراغ هم و شما میرسی، چرا گریه میکنی؟ ای خواه اگر پدر تو فوت شده، پدر من فوت شده، همه ما فوت میشیم میمیریم دیگه، نیاز به گریه نیست. گو مو رئیسه، من به این خاطر گریه نمی کنم که پدرم مرده، من به این خاطر گریه می کنم که این باید گو برکشتم اینا. ما گو شیرید شیر بکشتم، خب دیگه حالا من چکار کنم؟ من آدم کاریگره، پدرم آدم فقیری، خب همین گو چی حق داشتم که بکشم؟ یعنی حالا من به این خاطر گریه می کنم که حالا صبح من می زنم چه خود چی رقم به مصارف حضیر تأمین بکنم. برستی هم ما در جامعه رسم و رواج هایی داریم که گاهی وقتی اگر اینا رو بیاریم به ترازوی شریعت وزن بکنیم، نه تنها که ثواب نداره بلکه گناه هست و بعد انسان از اجتناب و پرهیز بکنه. بنان این ودیمه میگن، ودیمه. و نان دیگر گفتیم به نام نقیعه هست. نقیعه یعنی کسی که از سفر میه، شاید از این کلمه گرفته شده باشه، فاثر نبیه نقعن، نقع قبار میگن. معمولا کسی که به سفر میرفته در اون زمان دیگه گرد و قبار همون پیاده روی و شتر و اسبی که داشته به سر و صورت و به لباس ازی زیاد بوده. این وقتی که میامده به شکرانه می که خدای من از سفر صحیح و سالم برگشتم، یک نان تهیه میکرده. و همچنین گفته شده که تصنع للمسافر فرحا بسلامت وصولی، به خاطری که صحیح و سالم آمده
یا خودش این نان تهیه میکنه یا فامیل قبل از اینکه وارد خونه بشن نان تهیه میکنن، دیگران هم دعوت میکنن. و این معمول است در جامعه ما که روزی که یک نفر از حج میایه مردم دعوت میکنن، نان تهیه میکنن، حاجی صاحب هم میه اینا رو هم دیدن میکنه و هم دیدن میشه، هم یک صدقه میشه، هم سله رحم به جا میشه به میشکل. و پیامبر اکرم علیه الصلاه والسلام در یک حدیث در صحیح البخاری داریم که وقتی که به مدینه منوره قدوم آوردن، نحر جزورا او بقره، یعنی ذبح کردن یا شطور یا گاوی ذبح کردن، فقط به مناسبتی که ما از مکه قدوم آوردیم به مدینه منوره. پس این نان هم اصل و اساس در اسلام دار. و همچنین یک نان دیگر به نام عزیره هست. عزیره گفتیم همون نانه که به مناسبت ختمه طفل تهیه میشه، این اعزار و عزیره هم میگن و از بعض سلف نقل شده، از بعض سلف نقل شده که اونا همین کار انجام دادن. و یک روایت داریم که سعید ابن المسیب وقتی که به این نان دعوت کردن، باز این دیگه این دعوت قبول نکرد و رد کرد، گفت که من به هیچ عنوان به این دعوت نمیرم، من به دعوت میرم که پیامبر اکرم علیه السلام او دعوت خیلی تاکید کردن. و یک گفتیم معدوبه هست، نان معدوبه مناسبت نداره، ما یک نان تهیه میکنیم، دوستا خود دعوت میکنیم، دوستا رفقا خود دعوت میکنیم، یک نان به خانه تهیه میکنیم. در یک حدیث داریم که یک تعداد از ملائکه آمدن به خدمت نبی کریم علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیده بودن. بعد یکی از این ملائک به یک دیگه گفت که ان لصاحبکم هذا مثلا، این دوست شما و این رفیق شما یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این یک مثال است، مثال پیامبر به مثال یک فرد میمانه. خب دقت کنیم خیلی جالب است، مثال پیامبر علیه السلام به مثال و داستان یک فرد میمانه که یک خانه جور کرده، خانه جور کرده و در این یک مهمانی ترتیب داده و بعد یک دعوتگر یک نفر روان کرده، یعنی غلام خود روان کرده که تو برای این مردم دعوت کو که بیان به این نان شرکت بکنن. کسی که اجابت کرد از این دعی و دعوتگر داخل سرا میشه و از این نان هم میخوره، و کسی که اجابت نکرد از این نان هم نمیخوره و به این سرا هم داخل نمیشه. حالا سرا چیه؟ دعی چیه؟ معدوبه چیه؟ سرا فدار و الجنه، دار بهشت است، داعی رسول الله صلی الله علیه وسلم. فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله، کسی پیامبر علیه السلام اطاعت کنه از الله اطاعت کرده. و من عصا محمدا فقد عصا الله، کسی پیامبر نافرمانی کرد از الله نافرمانی کرده. و این معدوبه میگن. یک نان دیگه هم داریم به نام جفله، جفلا میگن. این نانه که به اصطلاح شما خیرات عمومی شنیده باشین، فلانی خیرات عمومی میده، انا من فلان تالار مثلا یک 200 من 300 من برنج تهیه کرده، دروازه تالار هم باز کرده، گفتم این شو و گدا و فقیر و سرمایدار هر کس میام این نانو میخوره، یک زمین فرش کرده دیگه همونجا نان میده. این به نام جفلا میگن، این هم یک نوع نانیه. و یک نانیه که باز فرد برای یک تعداد خاصی تهیه میکنه، این به نام نقرا میگن. و یک نانی به نام نان حزاقه هست. حزاقه گفتیم به مناسبت ارتقاء تعلیم طفل ما یا فرزند ما از یک مرحله به مرحله دیگر، این حزاقه میگن. در اون زمان وقتی یک سوره قرآن کریم یک طفل یاد میگرفت، باز پدر و مادر خوشحال میشدن، یک صدقه میدادن.
دو جزه یاد میگیریف یا چند سوره یاد میگیریف این کار را انجام میدادن. به این خاطر از حسن رضی الله عنه روایت است که کانو اذا حزق القلام قبل اليوم نحر جزورن، یعنی در طی یک روز اگر این طفل از یک مرحله درس به مرحله دیگه ارتقا پیدا میکرد، به این مناسبت یک شطور ذبح میکردند که این فرزند ما یک فرزند نابغیه، یک فرزند با استعداده و این خیلی صاحب رشد است. و همچنین از حمید نقل است که کانو یستحبون اذا جمع السبی القرآن ان یذبح الرجل الشاة، یعنی نقل شده که وقتی طفل قرآن کریم را یعنی چند سوره جمع میکرد یاد میگرفت، یک گوسفند را ذبح میکردند، تمام اقارب خویشاوندان دوستدار به او دعوت میکردند. این هم یک نان است و ما امروز در جامعه ما معموله اگر به خاطر ریا و سمع و خودنمایی نباشد، ولی اگر به خاطر ریا و خودنمایی بود دیگه بازی جواز نداره. مثلا میبینیم یک تعداد از پانتون فارغ میشن، یک محفل ترتیب میدن یا به خانه یا به یک از تالارها، به شرطی که در اون معصیت نباشه، رقص و پایکوبی نباشه، در اون خلطیت مرد و زن نباشه، این انشاءالله که اشکالی نداره. و ای به شکرانه ای که ما یک مرحله در سر ارتقا پیدا کردن به مرحله دیگر. و دو نان دگم بوده که دو نان در اسلام ممنوع است، یکی به نام فرع که ایر اولین حیوانه که ایش شطر به دنیا می آورده ایر به نام فرع می گفتن، ای به دوران جاهلیت ایر می کشتن، اسلام کاما دیر معنی کردگه این چنین چیزه یا این چنین نظر اساسه نداره. یکم عطیره هست، عطیره هم یک گوسفند به 15 رجب ایر ذبح میکردن و طلب ثواب و پاداش میکردن، ایرم اسلام به کلی منع کرد. گاهی وقت اینا امو دن و نانی بود که ما در اسلام داریم، ولی بین این نانها را میبینیم که کدام نان ای به منزله فرض، یعنی اجابت ای دعوت فرض است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، در بعضی از کتب آمده که شما به خاطر عیادت یک مریض یک میل راه حرکت کنیم بریم، یک میل راه تقریبا 1200 متر میشه، یعنی از یک کیلو بیشتر. دو میل راه به خاطر تشییع جنازه بریم، 3 میل راه به خاطر اجابت دعوت بریم. اگر کسی از فاصله 3 میل را شما را دعوت کرده بود اجابت بکنیم، و 4 میل یعنی چیز کم 5 کیلومتر را به خاطر دیدن برادر مسلمان خود بریم که این اجر و ثواب و پاداش داریم. گاهی وقت داره ما یک تعداد انسانهای متکبر و مغرور، اگر سرمایه‌دار رو دعوت کرد دعوتش اجابت میکنه، ولی اگر آدم فقیر رو دعوت کرد نمیره دیگه، من به دعوت فقیر برم، این خلاف سنت پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام است. داستان از اجابت دعوت یاران پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام دارن. چقدر متواضع، چقدر فروتن و شکسته بودن، یعنی اصلا شما عجب و غرور در وجود اونها نمیبینید. حضرت حسین فرزند علی رضی الله عنه، برادر حضرت کی؟ حسن رضی الله عنه، میگه یک روز اینا از راه تیر میشدن، یک تعداد از فقرا و مساکین اونجا یک مقدار نان خشک به امروز زمین گذاشته بودن، هی نان میخوردن. بعد گفتن که حلوم ملغدا یبن رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا با ما نان بخور ای فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت چشم. آمدن نشستن با اینا نان خوردن، از امو نان خشک برو زمین، حتی یک ظرفی هم نبود. بعد از که نان خوردن گفتن که من خود همی دعوت شما رو اجابت کردم، درسته؟ گفتن بله. گفتن شما مگر اجابت مر دعوت همی دعوت مر اجابت بکنیم؟ گفتم چیگونه؟ بعد گفتن که یعنی به فلان روز شما مهمان هستیم،
که من برای شما یک مهمانی ترتیب دادم. باز حضرت حسین رضی الله عنه یک نان مکلف برای این مردم آماده ساختند و اینا رو دعوت کردند و اینا هم دعوت حضرت حسین رو قبول کردند. بعد میم در قسمت کارت عروسی که با ما میرسه، حکم دعوت نان عروسی در اسلام چیست؟ اینجا سه قول وجود داره. یک قول میگن فرض عین اجابت عروسی فرض عین، یک قول فرض کفایه است، یک قولم سنت است. جمهور علما یعنی بیشتر علما قائل به این هستند که اجابت نان عروسی فرض عین. سبحان الله، فرض عینه. و اگر کسی ایر ترک کرد سخت مرتکب گناه بزرگی شد. جمهور علما از شوافی، مالکیا، حنابل و احناف، یعنی جمهور بیشتر علما قائل به ای هستند. برخی از علما گفتند فرض کفایه، اما میگه قول جمهور راجه تر است، قول جمهور راجه تره که این فرض عین دانستند و به این حدیث هم استناد کردند. و من لم یجب الدعوه، کسی دعوت اجابت نکنه، مراد به این دعوت دعوت عروسی است، فقد عصى الله و رسوله، این نافرمانی الله و پیامبر کرده. خب معلومه که انسان به ترک فرض نافرمان میشه، نه به ترک سنت. به ترک فرض انسان مرتکب گناه میشه، نه به ترک سنت. پس به این اساس اجابت دعوت عروسی جمهور علما میگن که این اجابت فرض است. از این سنن یا روش صالحین و عابدین هم بود. اما غیر از این نانه ببینیم که باز چگونه یک تعداد علما میرفتن یک تعداد نمیرفتن. سعید ابن المسیب میگه وقتی کسی اینا رو دعوت کرده بود، اگر به عروسی دعوت میکردن به هر قیمتی بشودی اینا میرفتن. اما یک روز اینا رو کسی به نان ختنه طفل دعوت کرده بود، این نفر به سنگ زدن، گفتن برو من نمیرم، این نانه که اهل ریا و سمع و خودنمایی او مردم این نانه میخورن، ها، یعنی من به این چنین نانه شرکت نمیکنم. و از عبدالله بن مسعود هم آمده که الولیمه اول یوم حق، یعنی واجبون، یعنی ولیمه یا روز اول، روز دوم، روز سوم. اگر روز اول بود این حق، روز دوم بود معروفه یعنی پسندیده، روز سوم این سمعه و خودنمایی و فخفروشیه که سر روز رد برد و مردم نان میده. روز اول اگر نرفتیم گناهکار میشیم، روز دوم خوبه، اما با روز سوم اگر کسی شرکت میکنه یا اون نان تهیه میکنه، این در حقیقت یک نوع ریا و سمعه و خودنمایی است. گاهی وقت میشه، ما داریم بعضی افراد پولدار و سرمایه دار یک هفته مردم نان میدن. یعنی اسلام یک اساس گذاشته، عروسی یک روزه دیگه، بهم یک روز مردم نان بدیم، هرچی مایی دعوت کن خبر بکن. ولی در او دعوت بهترین نان عروسی همون نان است که در او هم فقرا و اغنیا دعوت بشن، و بدترین نان عروسی همون نانی که تنها در او افراد سرمایه دار دعوت بشن اما فقرا فراموش بشن. و دعوت کدام یک اجابت بکنیم؟ میگه دو تا کارت به ما رسیده، دو تا کارت رسیده. یک شوخی بکنم، گفتن میفهمم قیامت چی وقته؟ گفتم نه. گفتم قیامت همینه که مثلا ما به یک روز به دو جا دعوت بکنن، یعنی قیامت دیگه. حالا به کجا با؟ خب قیامت کبرا چی رقمه؟ گفت قیامت کبرا اینه که مر به دو جا دعوت کنن، باید به خونه میمون هم بیه که من به هیچ جا نتونم برم. این قیامت کبرا است. حالا دو تا کارت به ما رسیده. ببینید اسلام چی میگه؟ میگه شما ببینیم این دو کارت وقتی که به شما رسیده بود درجه بندی کنیم، یکی از اقارب است، یکی از مردم بیگانه. به این کارت اقارب و خویشاوندان، هر دو تا از اقارب هست، باز ببینیم کدام یک نزدیکتره، به اون نزدیکتر بریم. هر دو تا نزدیکه ولی کارت ها تفاوت داره.
یک ساعت نو بیجه بودم یک نو نیم بیجه بودم، همه که نو بیجه آمده به اول به اون مجلس بریم. برخی از علما حتی گفتن قرعه کشی کنیم ببینیم که به کدام یک از این دو محفل میتونیم شما شرکت بکنیم. بدون رفتن بدون خبر اگر ما به یک محفل میریم هیچ حکمی داره؟ در یک حدیث داریم کسی بدون خبر داخل محفل میشه این دزده، دزد داخل شده غاصب بیرون شده. یک فرق بین دزد و غاصب هست یا نیست؟ هست. دزد دیگه اینه که مثلا میره به طور پنهانی مال یک نفر میگیره، این دزد است. غاصب اینه که همین سر را میگیره مگه بده موتورسیکله، این غصب است. این غصب. این نفرم که میره خب اون صاحب خونه چشمای بل میذاره من پیش روی نونه میخوره، این غصب است. سارق داخل شد غاصب هم بیرون شد. حدیث داریم ابی مسعود انصاری در صحیح البخاری هست که میگه یک مرد از انصار به نام ابو شعیب پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام دعوت کردند. ای ابو شعیب به غلام خود گفت که برو پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام همراه چهار نفر دیگه هم دعوت کن که پنجمیشون پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام باشه. خب اینا که آمدن به مسیر را خیریت کجا میرین؟ میمون ابو شعیب من میرم دیگه، یک توفیلی هم هم دنبال از این افتاد. این توفیلی هم وقتی که آمد بعد از او که به مدام خانه رسیدن بعد به این صاحب خانه گفتن که تو ما رو پنج نفر دعوت کردی درسته؟ بله پنج نفر. این نفر به دنبال ما افتاده، این توفیلیه، اگر اجازه میدی که ما رو خود خوب بیاریم، اگر اجازه نمیدی که ما رو رخصت کنیم. بعد گفتن بل اذن تو له، اجازه دادن بیایم من بخوره مشکل نداره. پس بدون خبر انسان اگر میره گاهی وقت نفر بره پنج نفر نون جور میکنه، ولی اگر ما بیشتر بریم شاید نان کم بیه، آبرو و حیثیت از انسان زیر سوال قرار میگیره. زن ها میتونن به عروسی برن یا نه؟ نیمه پیکر جامعه رو زن ها تشکیل میده دیگه، اون زن ها خوب حق دارم دیگه. در یک حدیث در صحیح البخاری داریم که پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام میگه حضرت انس روایت میکنه ابصر النبی صلی الله علیه و سلم نساء و صبیان مقبلین من عرس، همه دیدن که یک تعداد از زنها و اون از اون دور میان، زنها و اطفال از عروسی میآیند. فقام گفتن که فقام بلند شدن فرمودن اللهم انتم من احب الناس الیه، خدایا شما این کسایی که از عروسی هم محبوب ترین مردم به نزد ما هستین، یعنی شما دعوت را اجابت کردین، شما رفتیم یک سرور را اندازی کردین، شما رفتیم یک تشکیل خانواده را افتتاح کردین، شما در حقیقت رفتیم قلب یک انسان را خوشحال ساختین، شما محبوب ترین افراد به نزد ما هستین. یعنی زنها هم میتونن به عروسی برن، ولی در اون محیطی که هستن به شرطی که مردا نباشه، نامحرم نباشه، حالا 100 تا 200 تا 500 تا هر چه که باشن، زنها بین زنها خود و هم دیگر محرم هستن، دیدن اینا حالا سر لق باشه، سین لق باشه، زن میتونه ببینه، مشکل نداره، ولی زن غیر مسلمان نمیتونه زن مسلمان تماشا کنه و ببینه. حتی به اندازه در مورد اجابت دعوت عروسی تاکید شده که اگر شما روزه هم داشتین، روزه نفر نه روزه فرض دیگه که بار صبح بریم باز بگیم که گفتم روزه خورم بخوریم، اگر روزه هم داشتیم در این حدیث داریم که پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام میفرمان اذا دعی احدکم فلیجب، وقتی دعوت شده که از شما باید اجابت بکنه، فان کان صائما فلیصلی، اگر این روزه دار بود و من خونه استاد بشه بگه من یار نماز میخونم، و این کان مفطرن فلیطعم، اگر ای افطار کرده بود و روزه نداشت نان بخوره. در حدیث دیگر داریم که اگر ای صاحب خونه به افطار کردن از ای خوشحال بشود نان بخوره دیگه، یک روز باز قضا بیاره دیگه، باز همین روزه نفلی که گرفته یک روز قضا بیاره. یک عنوان اینجا گذاشتم زور زنار کس نداره، داستان جالبیست، زور زنار کس ندارد. در موجم تبرانی از سالم ابن عبدالله ابن عمر حدیث نقل است،
نواسه حضرت عمر دانهو میگه عرستو فی زمان ابی، من عروسی کردم هم زمانه که پدر من حیات داشتن، یعنی پدر من کی بوده؟ عبدالله ابن عمر. فا آذن ابی الناس، پدر من مردم دعوت کردن به این عروسی و نان تهیه کردیم و مردم آمدن. امی خانه که بره عروس داماد جور کردن دیگه، میگه این خانه پوشیده بودن به یک تکی که این تکه نقش داشت، تصویر نه، فقط خطوط داشت. و سطر البیت به بجاد اختر، تکه سبزی که فقط این نقش داشته، خطوط داشته، تصویر هم نداشت. میگه یکی از اصحاب پیامبر اکرم علیه السلام به نام ابو ایوب انصاری این هم دعوت کرده بودیم، این مبارک هم آمد. اینا که آمدن هم دم خونه که رسیدن، یک رون چشم این افتاد به این پرده، به مجرد که این پرده دیدن تغییر لونو، رنگش تغییر کرد، همه جا به جا توقف کرد و التفت الى ابی، نگاه کرد به طرف پدر من عبدالله ابن عمر، گفت احکزا تسترون الجدر به بجاد اخته، شما این چنین خانه های خود به تکه های یعنی خطوط به تکه های منقش شما خانه ها خور یعنی میپوشیم؟ قال سالم فستحی، سالم که فرزند عبدالله داماده، این داماده دیگه، میگه پدر من حیا کردن سر خور پایین انداختن و گفت یا ابا ایوب غلب علی النساء، ای ابا ایوب انصاری هم زنها بر ما غالب شدن، زور زنها کس نداره، زنها بر ما غالب شدن، همین پرده رو بودن نصف کردن، نگار ما چکار کنیم، مزا نعمل ما چکار کنیم، نگار زنها پیشنهاد کردن. هکذا عمل الحریم، یعنی همین کار حریم خصوصی یک نفر همینه که مربوط به زنهای دیگه، به ما مردا ربطی نداره دیگه، حالا شما آمدیم پس برمیگردیم. فقال ابو ایوب لئن خفنا ان یغلب النساء احدا فلا یغلبن، اگه ما معتقد به این باشیم که دیگه مردا از زنها خو میترسن خو مشکلی نداره، ولی من و تو چرا این چنین کار انجام بدیم؟ آخه شما مقتدایین، شما فقیهیم، شما مجتهدیم، شما رهبر و الگو هستیم، یعنی فامیل شما بر شما غالب بشه. والله لا اکلت لکم طعاما ابدا، من دیگه اصلا امین نان نمیخورم. و خرج ابو ایوب ولم یحضر ولیمه المرسل، رفت. حالا که بعد از اون رفتن و را آوردن و او صحبت کردن، صمیمیت ها بین اونها بوده، او بحث رو میگذاره، یعنی بحث اینه که چقدر اینا تقوا داشتن، چقدر اینا تقوا داشتن و تقوا از اینا در چی سطح قرار داشته که حتی با یک تکی که او فقط نقش و نگار بوده، در او خونه عکس نبوده، در او خونه مجسمه وجود نداشته، در او خونه دیکوریشن های مختلف وجود نداشته، ولی اصحاب پیامبر اکرم علیه السلام انسان های ویژی بودند دیگه، ما نمیتونیم خود به اونا مقایسه بکنیم. براستی هم هرقدر ما فاصله میگیریم از زمان، مطمئنن که بر ما هوا و هوس و آرزوها بر ما بیشتر و بیشتر غالب میکنه، یعنی ایر نمیرسانه که حالا اگر ما به خانه خود یک پرده رنگی گرفتیم یه حرام باشه، مشکل نداره، جواز داره. ولی این تقوای حضرت ابو ایوب انصاری، اصحاب یا صحابه جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و ادامه بحث چون طولانی هست که در این عروسی چی کارهای خوب است و چی کارهای بد است که ما این خوب را انجام بدیم، از بدها اجتناب و پرهیز بکنیم، چون وقت درس ما تمام شد و این آیه قرآن کریم هم شأن نزول شمی بود که پیامبر اکرم علیه السلام همراه حضرت زینب که ازدواج کردن، برای عروسی حضرت زینب یک نان مکلف جور کردن، بفهم چند نفر نان دادن؟ 300 نفر نان دادن. این بلندترین نان بوده که در اون زمان تهیه میشه. باز به ارتباط انشاءالله در جلسه فردا به تفصیل صحبت میکنیم.